اسپری هم هستش میکنم. من اینا رو یه جاهایی دارم از نوک قلمم استفاده میکنم، از تیزیش. خب یه جاهایی دارم قلمم رو میخوابونم، بعد اجازه میدم یه سفیدیایی هم توی اینا مثلا مثل روشنی و نوری که خورده بمونه. طراحی هم که نکردیم. خب به قلمم نارنجی میزنم، نمیشورم، رنگم غلیظه در زم. اینجا قراره وسط تو خدا حرف بزن. کشیدن قنچهه اینطوری بالاش نارنجی میشه و پایینش قرمز، درست؟ و رنگم خیلی غلیظه غلیظه. حالا میام توی این قسمت شروع میکنم هی یه کم رنگ غلیظ یا قسمت مرکز گلبرگا یا زیر گلبرگی که زیر اون یکی قرار گرفته، درسته؟ الان نه طراحیم شبیه مدل اونه، نه حتی رنگم شبیه اونه. یعنی اینجا خودتون باید این دخل و تصرف رو توی کار داشته باشه. اینکه خیلی تافته جدا بافته نباشه، یه جاهایی هم میام یه خورده از این رنگ میذارم یا خیلی رقیق. مثلا میام سبزم و مثلا رنگ هر سبزی، گرین، ورمیلیون، ایمرالد، هر کدوم خواستین استفاده کنین، با یکم قرمز قاطی میکنین. بعد اینجا این مرزا رو میتونین دیگه ببندین، میتونین مشخصش کنین. بعد یه جا رو گیر نمیدین، میرین همه جا رو کار میکنین. یه جاهایی من الان مثلا آبی کوبالت به سبزم اضافه کردم، رنگام رقیق نیست. بندم مهمه دیگه، باید خیس باشه کارتون، این اگه خوش بشه دیگه فایده نداره. الان قشنگ دارم گلمو مشخص میکنم، میتونم یکم آبیمو شادتر کنم زیر قنچه گله. یه اشاره هایی میکنم و یه ساقه رنگ قرمز کادمیوم ردم با همون آلیزارینی که به قلمم بود یه خورده میام اینجا رو. میبینیم وقتی خوش میشه چیز میشه، کم رنگ میشه دیگه. قلمم رو شستم، دوباره کادمیوم رد و باز زیر اینا کلاغمون بودن. بعد دوباره آلیزارین. ببین چقدر غلیظه ها. اینجاشو بشورم. خب به این شکل دوستمون جدا شد. مثلا میگم میخوام اینجا رو قلم تختم و آبش رو میگیرم و یه بخشای رنگ رو بر میدارم. میتونم تو این فضا هم یه دونه برگ بکشم و برای اینا میشه یکم تیرگی گذاره. خب اینجا چون دیگه بالای کاره و چی میگن دوره، یکم عقبتره، یکم قلمم الان آلیزارین بهش اضافه شو. میتونم بالای اینو ببندم دوباره. جاهایی هم باز باشه.
درست گنجشکم بود تو کلاقم گربم این گل طبیعت وحش آوردیم اینجا دوباره یکم از همون قرمز و صورتیم با سبزم استفاده میکنم رنگ باید بیچرخه توی کار یه جاهایی تو خیسین رو میذارم آلیزارین پررنگ تر و بعد یه جاهایی توی خشکی میشه اینا رقیقه اینا خیلی هر چقدر اول کار غلیظ بود اینا خیلی رقیقه بازی رنگ رقیقم اینجا داریم ببین از اینجا گلو باز گذاشتم از اینجا باز گذاشتم قطعا از اینجا باز میذارم این خیلی مهمه که کارتون وقتی از همه جا میبندی یکم کودکانه میشه میدونی؟ بعد سعی میکنم رها کنم یه جاهایی رو خوب یعنی هی به اونجا ور نرم برم سراغ قسمت بعدی دوباره برگردم هیچ اشکالی نداره اینجا قلمم میخوابونم قشنگ که ببینین حرکتش خشک میشه دیگه خشک در خوش میشه نیست من به پای کار شما که کار من نمیرسه چرا تمرین کنم خوب میشم کاری که کشیدین رو میذارم در فضای مجازی تو بفهمین دنیا دستگی این اصلا آیا یه گل ذهنی هست یا نیست؟ درسته؟ نه من اینو از کجا دیدم؟ میدونی چی میگم؟ منظورم اینه که من اینو در اصل الان خودم خلق کردم دیگه بدون مدل شبیه خودم کار کردم من باید الان این لکه رو اضافه میکنم که یه خورده اینو با هم هماهنگ بشه و رنگم هم در ذهن بچرخه در اصلا دارم یکم کنارش رو میشورم از اون تیزیش کم میکنم رنگ قلمم رو هی میشورم با دستمال آبش رو میگیرم نه شما منو بکشین سوال خوبیه یه بار یه کار واسه یکی از شاگردام کشیدم بعد پا شدم برم سراغ نفر بعدی بعد گفت کجا میری؟ و منو نگه داشت و گفتم عزیزم چی اینجوری میکنی؟ و گفت نه نه من رو من چیکار کنم؟ گفتم بازی خب اینو بکش من باید بکشم؟ گفتم نه شما فکر میکنی من الان واسهتون کار کردم و قرار تا پایان کلاس گروهی پیش شما بشینم و میگم میشه یکی دیگه بکشین حواسم نبود گفتم جان به خدا خیلی جدی ها یعنی فکر کنم الان شما بگی حواسم نبود یکی دیگه بکشین حالا باز میگیم کلاس شما خصوصیه شدنیه ولی من تا دقایق دیگه ادامه بدم اینجا شاگردم خودشو میزنه به خاطر ایشون دست از کار برداشته و میرم تاریخ هم نمیزنم به خاطر شما پشتی آره قرار پشتی خب بعد چیکار میکنیم میگیم و تمام چطور شد